26 دی ماه 1357 شاه ایران در حال فرار است و تومار 2500 ساله پادشاهی در حال پیچیده شدن است. مردم ایران خوشحالند و پایان استبداد را جشن می‌گیرند. اما در کوچه پس کوچه های شهر نجف عراق، چشمان حسرت زده مردی عراقی بیش از همه غرق در شادی است. امروز روزی است که خواب و رویای تاریخی انبیا به حقیقت پیوست. این سخنان آیت الله سید محمد باقر صدر است، مرجع تقلید جوان و نابغه‌ای که به مناسبت پیروزی انقلاب جلسه درس خود را تعطیل می کند و از نهضت اسلامی ایران برای شاگردانش می گوید. مردی که دلداده انقلاب اسلامی بود و آن را الگویی برای رهایی همه مسلمین جهان از شر استبداد و استکبار می دانست. او می خواست با الگو گرفتن از انقلاب اسلامی و رهبرش، عراق کودتا زده ای را که گرد و خاک استبداد سر تا سرش را پوشانده بود بیدار کند. در روزگاری که نجف به سکوت و بی‌اعتنایی در برابر سیاست و حکومت مشهور بود و مخالفت با صدام مساوی با حکم اعدام بود، اقدام به تأسیس حزب سیاسی کرد. حزب دعوته عراق که امروز برجسته‌ترین حزب سیاسی شیعی در کشور عراق است، توسط آیت الله صدر پایه‌گذاری شد. حزبی که برای مبارزه در برابر رژیم خونخوار صدام پایه‌گذاری شد و تا امروز هم به مقاومت در برابر آمریکا مشغول است. بسیاری از دوستان و همدرسان قدیمیش او را به خاطر حمایت از امام خمینی و ورود به سیاست سرزنش می‌کردند. اما سید محمد باقر هیچ شباهتی به دوستان و همدرسان خود نداشت. او که پیش از بلوغ به اجتهاد رسیده بود و پیش از 40 سالگی به مرجعیت، اسلام ناب را جور دیگری شناخته بود. او مخالف روی کردی بود که تلاش می‌کند فقیه و مرجع را صرفاً به علم اختصاص بدهد و رابطه او را با واقعیت بیرونی زندگی به کلی قطع کند. حوزه مطلوب از نظر شهید صدر حوزه‌ای بود که به جای تکرار مباحث عبادت بتواند در دروس خارج فقه و اصول به نیازهای واقعی جامعه و حکومت بپردازد. مشهورترین کتاب‌هایش را نه درباره فروع فقهی بلکه درباره مبانی علوم انسانی اسلامی می‌نوشت. کتاب فلسفتونا مثل صد در برابر اندیشه مارکسیسم ایستاد و تبدیل به یکی از منابع معرفتی در دانشگاه‌های جهان عرب شد و دست دانشجویان مسلمان را در مبارزه با کمونیسم پر می‌کرد. اقتصادونا را در نقد مکاتب اقتصادی مسلط بر جهان به خصوص سرمایه‌داری نوشت و با یک روش اجتهادی نوین گذر از فقه فردی به فقه حکومتی را عینیت بخشید. او معتقد بود که باید تصویری از اسلام به مردم ارائه شود که نه فقط پس از مرگ بلکه در همین جهان نیز رفاه، آزادی و ثروت را برای بشر به ارمغان خواهد آورد. پس از پیروزی انقلاب درس فقه و اصول خود را تعطیل کرد و به تفسیر قرآن پرداخت. او دیگر می‌خواست توده‌های مردم را از حقایق اسلام آگاه کند، حقایقی که چیزی بیش از احکام صلاح و طهارت به مردم یاد بدهد. درست مثل همان رسالتی که پسر عمویش امام موسی صدر در لبنان و مرادش امام خمینی در ایران به عهده داشتند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برای مبارزه با رژیم بعث عراق از امام خمینی کسب اجازه می کند. او به امام می گوید من می دانم پایان این راه شهادت است. گویا شهادت خودش را مدت‌ها قبل به چشم دیده بود. خیلی نمی‌گذرد که به دستور صدام آیت الله صدر و خواهرش بنت الهدا را پس از شکنجه‌های وحشیانه سر به نیست می‌کنند. سال‌ها پس از سقوط صدام نشان قبر آیت الله صدر و خواهرش بنت الهدا پیدا می‌شود. اما آنچه که تا به حال کمتر به آن توجه شده میراث بی‌نظیر است. گنجینه‌ای که اگر از آن به خوبی استفاده شود میتواند رویای تمدن اسلامی و فقه نظاممند را در آینده محقق سازد.